هوشنگ اسدی متولد 1328، نویسنده، روزنامه‌نگار، مترجم، فعال اجتماعی حقوق بشر و عضو شورای سردبیری وبسایت روز آنلاینه. کتاب آقای اسدی نامه‌هایی به شکنجهگرم در تابستان 2011 برنده جایزه جهانی حقوق بشر شد و به عنوان سند در اختیار گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران قرار گرفت. هوشنگ اسدی رشته روزنامه‌نگاری رو در تهران به پایان برد و در سال اول دانشکده توسط دکتر صدرالدین الهی به روزنامه کیهان معرفی شد. در سال 57 به عنوان یکی از اعضای اولین و آخرین شورای سردبیری کیهان انتخاب شد. اعضای شورای سردبیری در سال 58 به همراه عده زیادی از نویسندگان و خبرنگاران تحریریه پاکسازی شدند. هوشنگ اسدی همراه با گروهی از اخراج شدگان از کیهان مجله آفتاب را تأسیس کردند که این مجله هم مورد هجوم قرار گرفت و تعطیل شد. آقای اسدی در دستگیری سال 53 با سید علی خامنه‌ای و مهدی کروبی، دو تن از مقامات عالی رتبه آینده جمهوری اسلامی، هم سلولی شد. بخشی از کتاب نامه‌هایی به شکنجهگرم به شرح این دوران اختصاص دارد. اسدی در سال 1361 بار دیگه دستگیر شد. او در کتاب نامه‌هایی به شکنجهگرم می نویسه که به مدت 3 ماه در زندان جمهوری اسلامی زیر شکنجه بوده. آقای اسدی در سال 82 به همراه همسر روزنامه‌نگارش خانم نوشابه امیری به پاریس مهاجرت کرده. در واقع در ایران آدم وارد نمیشه، زندگی خود به خود انسان رو وارد میکنه. من دانشجو روزنامه‌نگاری بودم، بعد درست سالی که در دانشگاه رفتم اعتصاب معروف شرکت واحد در اون سالها بود، در سال 1348. خب ما رفتیم تو تظاهرات شرکت کردیم و شعار معروف شرکت واحد دزد پلیس شریک دزده رو میدادن و اتفاقا همون موقع من تازم به روزنامه کیهان رفته بودم. وقتی از تظاهرات فارغ شدیم و رفتیم، رفتم کیهان، همونجا بلافاصله قبل از اینکه برسم پشت میزم بهم گفتن که باید برم با رهبران کارگران اعتصابی مصاحبه کنم و منم بلافاصله با آقای حسین پرتوی، عکاس معروف، رفتیم با هم اونجا و برای من خیلی هیجان زده بود. خودم از تظاهرات چیز اومده بودم، بعد تو اون چیز ترمینال شرکت واحد در تهران پارس اون موقع واقعا چند هزار تا کارگر اومدن استقبال ما، چون کیهان رو بود و بزرگترین روزنامه ایران، و همینجوری منو وسط خودشون گرفتن و بردن خلاصه تا اون بالا که رهبراشون بودن. بعد ما مساوی کردیم با رهبراشون که چی میخواین و چی میگن و این حرفا، یعنی رهبرای که نماینده هاشون. بعد ما برگشتیم و اون روز عکس 5 ستونی صفحه اولی کیهان، عکس من با کارگرها چاپ شد و مصاحبه چاپ شد. و دیگه بعد که از فردا اومدم دانشکده، همه بچه های دانشکده میگفتن بابا دیدیم صفحه اولی کیهان رفتی فلان این حرفا. اینجوری فعالیت اجتماعی ما شروع شد. بعد هم که تو همه دانشگاه ها خب جنبش دانشجویی خیلی فعال بود. دانشجو دو دسته بودن، اونایی که گرایش مذهبی داشتن به گروه های مذهبی میپیوستن، اونایی که نداشتن به گروه های غیر مذهبی. من چون تمایل مذهبی نداشتم جذب فعالین غیر مذهبی شدم و دیگه تا امروز ادامه داشته. خلاص انواع و اقسام زندان و شکنجه و تبعید و همینجور. کسی که به ویژه در جامعه ایران فعالیت میکنه، چون همه ما میدونیم که در نبود حساب سیاسی که به علت استبداد در 100 سال گذشته خیلی کم تونستن فعالیت کنن، شاعران، روزنامه نویسان، نویسندگان در واقع جای فعالین سیاسی رو گرفتن، در دوران‌های مختلف فرق میکرده. در این روزگاری که ما هستیم این وظیفه به عهده روزنامه نویسا بیشتر افتاده. در حالی روزنامه نویسا از اول مشروطیت تا حالا بودن، ولی حالا خیلی بیشتر افتاده. و به نظر من اولین وظیفه‌ای که خصلت که باید یک کنشگر به قول شما داشته باشه این باشه که واقع‌بین باشه و جامعه ایران رو با واقعیت‌های موجودش ببینه. جامعه ایران بسیار بسیار جامعه پیچیده‌ایه، فرمول‌های خیلی خیلی خاص خودش رو داره و اساساً با آرمان‌گرایی و با ایدئال‌خواهی به این جامعه نزدیک شدن خطرناک، آدم رو منحرف می‌کنه. بنابراین خیلی باید دقت داشت. یک
جامعه پیچیده ما، و دومن از همه جای دنیا تو جامعه ما تساهل داشتن و تسامح داشتن که امروز صحبتشه و سختره. این خیلی خیلی مهمه که آدم یاد بگیره که وقتی میفهمم خیلی سخته که دشمن من مخالفه من، مخالفه من دشمن من نیست، من با اعتقادش مخالفم و ما باید هممون یاد بگیریم با هم حرف بزنیم. من در این جریان جنبش سبز، خب بچه های تهران زیاد ارتباط با من داشتن چه از طریق اینترنت و تلفن، همیشه به اونا میگفتم که ببینید حتی اینا که شما رو میزنن غیر از یدشون که مزدورن، اینا هم یه اعتقادی دارن، اینا هم یه چیزی میخوان، فکر نکنید با دشمنتون طرفید، به جایی که اونا شما رو میزنن سعی کنید باشون حرف بزنید. میگفتن خیلی سخته، میگفتن میفهمم سختی قضیه درست در همین جاست که بنابراین به نظر من دو خصلت شناخت جامعه و داشتن صبر و تساهل خیلی خیلی مهمه. خیلی انسان باید پوست کلوف باشه تو جامعه ایران وقتی وارد صحنه سیاسی میشه، چون بیشتر موارد ما نه از طرف مقابل، از خودمون و دوستان خودمون میخوریم، و بنابراین اگر این چیزو نداشته باشیم پوست کلوفتی سیاسی رو ناامید میشیم و صحنه رو ترک میکنیم. بله، ما وقتی فعالیت سیاسی رو شروع کردیم یه هدف خیلی کوچولو بیشتر نداشتیم، می‌خواستیم دنیا رو تغییر بدیم و خیلی هم سریع می‌خواستیم دنیا رو تغییر بدیم در اون دنیای آرمانی که ما بودیم، که البته به ما بر نمیگرد. جهان دهه 60 که ما وارد سیاسی شدیم، دهه 60 میلادی، دهه جنبش چریکی، جنبش آزادی‌خواهی، انقلابای چی، داستان کوبا، داستان چین، داستان ویتنام، اصلا فضای سیاسی جوری بود که فکر می‌کردیم که بله تموم کار، حالا ما وارد صحنه بشیم، حالا اونی که قلم دستش قلم، اونی که مسلسل دستش مسلسل، بیا وارد صحنه بشیم، مردم بیان دنبال ما، تموم میشه، جامعه مرفه و آزاد و کاملی تموم می‌کنه. متاسفانه خوشبختانه تجربه نشون داد که این همه ایدالیستی بوده و حال به دنیا کار نداریم. جامعه ما خیلی خیلی بیش از اونهایی که فکر میکردیم احتیاج به کار و تلاش و مقاومت و مبارزه داره، تو ما قدم به قدم بریم به اون سمتی که ما فکر میکردیم. برای اون برنامه کوتاه مدت ما در اون زمان الان تبدیل شده به قدم های کوچیک کوچیکی که فکر میکنیم ورداریم برای اینکه بتونیم حتی شده یه قدم جلوتر بریم. ببینید اون دوره گفتم که دوره بود ایدالیستی و خب دوران چریکی، و البته من چریک نبودم، ولی مجموعه حوادث جامعه رفت به طرف این که اون بینش انقلابی حاکم بر جامعه منجر به انقلاب شد. انقلابی که حالا ظاهر می‌بینیم غیر از عده کسی که عده معدودی که دارن به اسم انقلاب خر مراد و سوارن، بقیه مردم و ویژه نخبگان ما معتقدن که به زیان جامعه ایران بوده و نه تنها وضع بهتر نکرده، وضع رو حتی در همه زمین‌های مختلف بدتر کرده. من معتقدم که نه تنها این گروهی، یعنی گروه معتقدان به اسلام در طیف وسیع خودش که به قدرت رسیدن، این سرنوشت و شبیه نصیب ایران کردن، گروه های دیگه هم میرسیدن کم و بیش با درجاتی از اختلاف، ما به همین نتیجه میرسیدیم. یعنی منظور نیست که همین کشت و کشتارها و این داستان ها تکرار میشد، ولی برای به یک استبداد جدید میرسیدیم. علتش این بود که جامعه ما جامعه دموکرات نبود و ما میخواستیم از یه جامعه مستبد یک جامعه دموکرات متولد کنیم. ولی فضا به کلی به ویژه از یک سال و نیم گذشته تفاوت اساسی کرده، همطوری که خیلی از متفکرین میگن گفتمان آزادی در جامعه ایران متولد شده، و البته در مقابلش یک استبداد بسیار سنگین و سرسخت هم ایستاده. به نظرم این تا حدودی طبیعی میرسه. آنتونی گرامشی تعبیری داره از این لحظاتی که داره اتفاق میفته، میگه این دورانی است که نو به دنیا اومده ولی کهنه هنوز نمرده. برای یه جامعه این بدترین و سخت‌ترین دورانه که نو به دنیا اومده و کهنه نمرده، برابری کهنه با تمام وجودش مقاومت میکنه و میایسته. ما درست با در همین وضعیتی هستیم و در این نبرد سنگین که تحول آینده ایران توش متولد میشه، خب به طور کلی با فضای دیگه‌ای، با شرایط دیگه‌ای رو هستیم. ما در اون زمان گمان می‌کردیم مخاطبین ما طبقه کارگر هستن، ولی واقعیت اینه که ما اصلا به طبقه کارگر دسترسی نداشتیم و مخاطبین ما نبودن. در واقع اون موقع هم با طبقه متوسط صحبت می‌کردیم.
به خاطر اینکه اساساً جمعیت روشنفکری در طبقه متوسط متولد میشن و در طبقه متوسط رشد میکنن. الان هم تقریباً شرایط همونه، ما همچنان با طبقه متوسط صحبت میکنیم، منتها الان طبقه متوسط بسیار گسترده تر شده، منتها الان میدونیم که مخاطب ما جامعه طبقه متوسط، اقشار پایینی جامعه متوسط و اقشار بالایی جامعه متوسط هستن، برای که اساساً در تاریخ دموکراسی چیز دموکراسی از طبقه متوسط و بورژوازی به دنیا میاد، پایگاهش اونجاست و خوشبختانه حالا مخاطبینی که ما میدونیم کی هستن باشون حرف میزنیم و فکر میکنیم که تا حدودی هم میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. ما در هر دو دوران با استبداد در واقع روبرو بودیم دیگه. در دوران گذشته با استبداد مدرن به حساب و استبداد نیمه مدرن روبرو بودیم. اون استبداد نیمه مدرن در نظر سیاسی خوب مسعود کرده بود جامعه رو، ولی واقعیت اینه که از نظرهای دیگه کاری به کار نه ما نه هیچ کسی دیگه نداشت. انسان ها در زندگی خصوصی خودشون آزاد بودن و تا اونجایی که وارد سیاست نمی شدن، اون هم نه هر نوع سیاستی، سیاست علیه حکومت نمی شدن، فعالیت می کردن. الان انقلاب شد برای اینکه این به آزادی منجر بشه، متاسفانه به یه استبداد سنگین دیگه برگشتیم ما، که این استبداد سنگین برای اولین بار در طول تاریخ در واقع ترکیبی از شاه و شیخ، یعنی مذهب و سلطنت با هم آمیخته شده. من فکر میکنم که هیچ کس در تاریخ ایران مثل آقای خامنه‌ای صاحب قدرت بلا منازع نبوده از زمانی که از زمان کوروش کبیر تا حالا، برای اینکه هیچ وقت اینطور این دو تا باف در هم یکی نشده بودن. و الان این استبداد متاسفانه به خاطر اینکه وجه ایدئولوژیک مذهبی داره به زندگی خصوصی افراد، حتی خصوصی ترین مسائل زندگی افراد هم دخالت میکنه، توی خونه ها هم حتی اگه بتونه مأمور میذاره که مراقب همه اعمال مردم باشه، و بنابراین در هر دو دوران مانع اصلی ما استبداد بوده. ولی خب موانع دیگه هم وجود داره که این در واقع دولت حکام مستبد و جامعه مستبد برمیخیزن. بنابراین من فکر میکنم مانع اصلی خود ما هستیم، یعنی من مانندی که خودم برای آزادی مبارزه میکنم ولی خودم از هر مستبدی مستبدترم، خودم نمیتونم تحمل کنم که شما که اونجا نشستید اگه یه حرفی با من زدید مخالف منید، با عقیده من مخالفید و من با عقیده شما مخالفت کنم، نه اینکه با شخص شما مخالفت کنم. من بارهای خاطره ای رو گفتم، فکر میکنم شاید به درد بخوره اینجا تکرار کنم. دو تا آدم خیلی معروف داریم در جنبش چپ ایران، سعید سلطانپور و رحمان حاتفی، معروف به حیدر مهر. این هر دو زندگی سیاسی رو با هم شروع کردن، فعالیت با هم شروع کردن، با هم زندان رفتن، با هم از سال 50-60 شدن تا انقلاب شد. وقتی انقلاب شد اینا به دو تا خط چپ تمرکز پیدا کردن، سعید سلطانپور به یه خط چپ، رحمان حاتفی به یه خط چپ بودن. بعد همون فکر کنم اسفند 57 بود، من با رحمان حاتفی رفتیم جلوی دانشگاه کتاب بخریم، تو کتاب روشی شبگیر سعید در اومد. خوب از قدیم اونها که با هم مبارزه میکردن منم با سعید آشنا بودم، من با سعید سر احوال پرسی کردم و باش بوسه، ولی اون به رحمان نزدیک نشد و تو رحمان که خیلی آدم چیزی بود، نرمی بود، رفت باش دست بده گفت با من حرف نزن خائن. و من یادمه که رحمان نشست کنار لب جو و سرش گرفت تو دستش و تو بناگوش سرخ شده بود. دیگه ما بیشتر از انقلاب نگذاشته بود، هیچ کس فهم نکرد بود کسی خیانت کنه، تنها به خاطر اینکه یک کسی عقیدهش با اون یکی فرق میکرد، رفیق زندان رفته به شکنجه دیده خودش رو خائن میدونست. این یادش بخیر، هر دوی اینا یادشون بخیر اعدام شدن، سعید اول و بعد رحمان بعدن، هر دو جمهوری اسلامی قربانی کرد. هیچ کدوم به نظر من مقصر نبودن، این جامعه ما بود که خودش رو به این شکل در قالب افراد نشون میداد و فکر میکرد هر کی با من مخالف هست دشمن منه. این هم از استبداد شخصی ما برمیگرده. این امر متاسفانه تا مقدار زیادی هنوز وجود داره، شاید ما برخی خودمون رو تعدیل کردیم ولی بسیاری خودمون رو تعدیل نکردیم. و متاسفم بگم که بین ما روزنامه نویسا که در سنگر اول آزادی قرار گرفتیم بدون که شاید بخوایم، این امر خیلی خیلی قویه. من چند پیش یک مقاله نوشتم همین کیهان شده، این نمیدونم دیده شده یا نه، توی اونجا همین رو توضیح دادم که آقا مگه چیه، چرا ما همه افتادیم به جون همه از کیهان بعد میگیم ولی خودمون که تبدیل به کیهان شدیم.
این خیلی به نظر من از استبداد حکومتی بدتره. ما تا این رو نفهمیم به معنی واقعی کلمه، در فرد خودمون آزادی رو نهادینه نکنیم، دموکراسی رو نهادینه نکنیم، در کاغذ جشواری اسم میگیم، در کاغذ یه چیز میزیم، شاید فردا اگر تحولی شد در اینا تغییری بده شد، بنده نوعی برم سر کار صد برابر از آقای خامنه‌ای بدتر کنم که الان منتقدش هستم. همین آقای خامنه‌ای، من در کتابی که نامه‌ای به شکنجه‌گر که اکرم انگلیسی منتشر شده، شما وقتی بخونید می‌بینید آدم در زندانی که با ما زندان شاه بود، آدم بسیار ملایم، صاحب می‌شستیم با هم حرف می‌زدیم، گپ می‌زدیم، حرفا رو گوش می‌کرد، نظراتو گوش می‌کرد، آدم بسیار چیزی بود، مهربان و قابل گفتگویی بود. من اگه شوخیایی که با ایشون می‌کردم تکرار کنم اصلا باور نمی‌کنید، ولی الان می‌بینیم که ایشون در جای قرار گرفت که دستور اعدام و شکنجه. خب این ماجرایی که در کشور ما رفته، چی شده که آقای خامنه‌ای رسیده به اونجا؟ چی شده که محمد رضا شاهی که در سوئیس تحصیل کرده به اون محمد رضا شاه تبدیل شده؟ چی شده رضا شاهی که از دهات شمال اومده بوده، یه قزاق ساده بوده، به اونجا رسیده؟ و همینطور تاریخ رو بریم عقب، می‌بینیم که هر کی اومده اون بالا، تقریبا هر کی اومده اون بالا، از یک فرد ساده به دیکتاتور تبدیل شده. این حاصل جامعه است، در حالی که در جوامع دیگه مواردی مثل قانون، مثل تربیت اجتماعی، مثل مطبوعات، مثل محدود بودن قانون، محدود بودن زمامداری مانع میشه که این افراد بتونن سیر تکاملیشون رو به صورت مستعد شدن بردارن.